در پی اعلام ساختار اولیه حکومت جدید گروه طالبان، چین، روسیه و قدرت‌های اروپایی و همسایگان افغانستان شرط‌های خود برای شناسایی حکومت جدید افغانستان و همکاری با طالبان برای اداره کشور را اعلام کردند. بهنام ناطقی در این باره گزارش می‌دهد. وزیر امور خارجه آلمان که روز گذشته برای دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد پایتخت اسلوونی شده بود، به خبرنگاران گفت آلمان امیدوار است حضور دیپلماتیک خود را در کابل از سر بگیرد و اقدام سریع اتحادیه اروپا را خواستار شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز برای تعامل با طالبان 5 شرط تعیین کرد و افزود تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست و افزود اگر شرایط امنیتی فراهم شود اتحادیه اروپا تماس‌های هماهنگ شده با طالب‌ها برقرار خواهد کرد. In order to support the camp population, we will have to engage with the new government. برای حمایت از مردم افغانستان ما باید با دولت جدید تعامل داشته باشیم که به معنی شناسایی رسمی آن نیست، بلکه تعاملی عملیاتی است و این تعامل عملیاتی با توجه به رفتار این دولت افزایش پیدا می‌کند و برای سنجش رفتار این دولت محک لازم است. نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی روز گذشته در دیدار با پرزیدنت امانوئل مکرون در شهر بندری مارسی گفت ایتالیا همچنان امیدوار است بتواند برای مذاکره درباره آینده افغانستان سران کشورهای گروه 20 را در اجلاسی گرد هم بیاورد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در دیداری در اسکس با اعضای تیپ 16 هوابرد که در عملیات تخلیه افغانستان شرکت داشتند تاکید کرد که بریتانیا سقوط سریع دولت افغانستان را ماه‌ها قبل پیش بینی کرده بود. شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز پنجشنبه اعلام کرد کشورهای عرب خلیج فارس برای بازگشایی فرودگاه کابل با طالبان مذاکره می کنند و سیگرید کاخ وزیر امور خارجه هلند روز پنجشنبه به ترکیه و قطر برای بازگشایی فرودگاه کابل پیشنهاد همکاری داد. ولادیمیر پوتین صبح جمعه تاکید کرد که روسیه خواهان از هم پاشیدن افغانستان نیست. رئیس حکومت روسیه تاکید کرد که طالبان باید هر چه زودتر به آنچه وی خانواده کشورهای متمدن جهان توصیف کرد بپیوندد که امکان مذاکره و رابطه و تاثیرگذاری وجود داشته باشد. و سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت اولویت اول فرود نرم و پرهیز از بروز جنگ داخلی و فاجعه انسانی و پیشگیری از تلفات و آوارگی است.